یا به خودش اطمینان نداره. به همین خاطر ما اگر چیزی هم میشنویم سعی کنیم ارتباطش رو و تاثیرگذاریش رو بر بازار کریپتو بررسی بکنیم، فقط دونستن اینه که خب مثلا گینی به ما نمیده. اون گروه هم اگر زحمت بکشین قرار بود یه کسی یه شماره بذاره که همه دوستان بهش پیام بدن، تو گروه تلگرامی اضافه شن. اگر تا آخر کلاس زحمت بکشه بنویسه اینجا ممنون میشم. اما این فرضیات بازار تحلیل تکنیکال، استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار مالیه، یعنی همه چیز در قیمت، حرکت در روند، تکرار روندهای گذشته است. پس این سه تا که همون نشأت گرفته از نظریه آقای داف هست، یه مشکلی داره، یه محدودیتی داره. ما یه عبارتی داریم به نام بازار کارا. تو بازار کارا میگه که قیمت همه اطلاعات گذشته و اکنون رو نمایش میده. بسیار عالی. گروه قبلی میتونه باشه، اما تو گروه قبلی بیشتر دوستان در تو میتونیم تو هم گروه قبلی باشه اگر یه کسی زحمت بکشه، ادمینش رو نمیدونم کی بود، بقیه دوستان اضافه کنه، چون فکر کنم پرایوت یه گروه محدود ساخته شده بود. اگر چیزی تو همون، اگر بتونید هم گروه استفاده کنید عالیه، اگر نه که یه گروه جدید ایجاد بکنید. حالا باز خودتون به یه جمع‌بندی برسید. اگر مشکلی داشته باشیم یه گروه جدید تأسیس میکنم، اگر نه که هم گروه قبلی هم میشه استفاده که من این فایل هم اونجا هم میتونم بفرستم. خب من برگردم به بحثمون. محدودیت بازار بر اساس تحلیل تکنیکال به کارا بودن اون برمیگرده. بازار کارا بازاری که تمام یعنی همه اطلاعات، اینساید نیوز ها، همه چی تاثیرش رو قیمت گذشته و اکنون میذاره، گذشته و حال. و اگر شما توی بازاری دیدی که میان بهتون میگن که آقا بیاین گروه تلگرامی خرید گروهی بزنیم، من با مدیر مالی فلانجا رفیقم، صورت مالیاشون خیلی توپوله و نمیدونم یه زمینی فلانجا داشتن، دادگاه قرار رأی به نفع اینا بده و اینا، این یعنی نشأت گرفته از یک بازار نیمه کارا، یا به صورت خیلی جدی بتونم بگم بازار ناکارا. در بازارهای ناکار، بعد در بازار نیمه کارا و بازار کارا، خب تحلیل تکنیکال فاندامنتال جواب میده. اما در بازارهای نیمه کارا و به سمت ناکارا دیگه اصلا تحلیل تکنیکال جوابگو نیست. چیزی به نام منیپولیشن انجام میشه، دستکاری در قیمت، به راحتی نوسان توی قیمت ایجاد میکنن، حالا یا سیستماتیک یا غیر سیستماتیک این اتفاق میفته. پس دقت بکنم، من اگر دارم از ابزاری به نام ابزار تحلیل تکنیکال در بازار بورسی مثل بازار بورس تهران استفاده کنم، یا هر بازار دیگه‌ای که برام دامن نوسان گذاشته، حجم مبنا گذاشته، محدودیت های مختلف برای معامله گر گذاشته، مثلا آقا یه بار در روز نمیتونی بخری بفروشی، دیدیم که بارها توی بازار خودمونم با این مسئله مواجه شدیم. این بازار از بازار حالت کارا خارج میکنه و به سمت نیمه کارا و ناکارا میبره و دیگه این ابزار به من جواب نخواهد داد. اگر دارم میرم سراغ یه بازار درست که توش کار بکنم، اول این فاکتورش نگاه کنم که چه این بازار کارا یا ناکارا یا نیمه کارا و ابزار اون چیه. حالا پس این تحلیل تکنیکال تو بازار کارا جواب میده، تو بازار ناکارا و بازارهای خاص با شرایط ویژه مثل همین محدودیت هایی که خدمتون عرض کردم کاربردش ضعیفتر میشه. پس یه چیزای دیگه هم بعدین در دل تحلیل اضافه کنیم. حالا بریم سراغ بازار کریپتوکارنسی. یه بازار درندشت ناظرم که نداره. حالا اینجا یه کسی از سازمان بورس خیلی یکی میگیره میگه آقا شما نمیدونم دستکاری در قیمت کردی یا با معاملات باطل میکنه، ولی این دیگه همچین چیزی نه. خود ایلان ماسک اصلا کار ملت این شده که صبح بلند میشن توییتر رو نگاه کنن، لحظه چک بکنن که مبادا مثلا ایلان ماسک یه چیزی زده باشه که اینا رو بدبخت کنه. دیدم به شوخی امروز این دوستان بورسی صفحه توییتر ایلان ماسک رو یه اسکرین گرفته بودن، زیرش هم یه هشتگ زده بودن پالایش کم که مثلا آقا امروز رومات بالشه کمه. ایشون رسما اومده با توییتی که کرده یه نوسان گردن کلوف توی بازار
دوج کوین ایجاد کرده و حالا سکس سامانه چیز سکیوریتی اکسچنج کمیتیز سازمان بورس و اوراق بهادار امریکا اینجا بنویسم این اصطلاح خودتون هم میتونید سرچش کنید سکیوریتی اکسچنج کمیتی سازمان بورس و اوراق بهادار امریکا گفته این معاملات این و این اتفاقی که افتاده بررسی میکنه چرا چون این آدم ها تو اون کشور هستن و یک سری صرافی وجود داره که در امریکا به ثبت رسیده سازمان سک که در جریان بودیم تو جلسه دوره قبل گفتم که 1970 نه خیلی قبلتر از 1970 هم تأسیس شده بود 1921 که یه کلاهبرداری بزرگی در بورس امریکا انجام میشه کلی ضرر میکنن اون سازمان شکل میگیره همینجوری میاد که الان قوانینی مثل FATF و نمیدونم بحث IFRS که احتمالا دوستانی که تو حوزه مالی هم کار میکنن شنیده باشن نشأت گرفته و خروجی کار اون سازمان هست که تمام دنیا داره ازش بهره مند میشه لذا پس ببینید توی بازاری مثل بازار کریپتو که انقدر درنده به این راحتی من نمیتونم بازار رو کنترل بکنم اونم 7/24 8 ساعتش خوابیدم 7 ساعتش خوابیدم دقیقا زمانی هم میشه تو همین خواب ما که چینیا مثلا توی 2 ساعت قبلش 1 ساعت قبلش دارن خواب بیدار میشن دیگه 1 میلیارد و 700 میلیون 10 درصدشون هم بخوان تو این بازی بیان دو برابر جمعیت ما 3 برابر جمعیت ما دارن خرید و فروش انجام میدن پس رو بازار تاثیر زیادی دارن پس در نظر داشته باشم که تحلیل تکنیکال و فاندامنتال محدودیت هایی دارن که این محدودیت ها باعث میشه که من صرفا نتونم به اونها اعتماد کنم به چی اعتماد کنم؟ الباقی داستانی که میخوام بهتون بگم تحلیلگران بنیادی بازار میتونه کارا باشه اما همه اطلاعات در قیمت مستتر نیست و قیمت هم تصادفیه حالا فرضیاتشه نگاه اصلیش هم به ارزش ذاتیه و میاد شرایط اقتصادی اقتصاد کلان رو بررسی میکنه شرایط مالی شرکت رو بررسی میکنه تیم مدیریتی رو بررسی میکنه الاخر پس اگر بخوام بیام تحلیل فاندامنتال بیت کوین رو ببینم بعد برم سراغ این که مثلا آقا این بیزینسش چیه زیرساخت فنیش چیه حالا اگه بیت کش اومده که فورک بیت کوین هست این بیت کوین کش چه کاری داره انجام میده پردازش رو داره سریعتر میکنه اندازه بلاک ها بزرگتر میشه هزینه تراکنش کمتر میشه و و و و و اون داستان سگویتی که روی بیت اتفاق میفته که بحث اینه که سرعت تراکنش رو بیاره بالاتر هزینه تراکنش رو کمتر بکنه از این کارهای اینجوری بهبود شبکه انجام شده دیگه و آدرس های بیت کوینی که خاطرتون از 1-2-3 که اولش میخورد دیگه و اینا هر کدوم تعریف داره اگر رو سگویت بزنین هزینه تراکنشتون هم کمتر پس اینها مواردی میشه از بررسی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال که ما توی کارمون ازش باید استفاده کنیم آردی این اتفاق داره میفته خیلی هم ازش استفاده میکنه حتی تریدینگ ویو که من ادامه میخوام بهش بپردازم قسمت عمده از تخصص ها رو میبره رو همین سطح اما یه جاهایی که داره تحلیلگر با شک و تردید میگه اگر این شد انقدر رشد میکنه از اینجا میره بالا یا اگر اینطوری شد انقدر میریزه میاد پایین اصلاح میکنه کجا میتونم توی روندهای بلند مدت ببینم توی این ابزارهایی که با هم در ادامه خواهیم دید توی تحلیل تکنیکال دو تا واژه رو خیلی میشنوین اندیکاتور و اوسیلاتور تلفظهای مختلف رو ازش داریم اندیکاتور روند سهم رو مشخص میکنه مثل مانی فلو ایندکس MFI یا بولینگر بند یا ایچیموکو یا MA مووینگ اوریج پس میگه روند صعودی یا نزولی که اگر من بتونم دیتا رو بر اساس تایم فریم بلند مدت بگیرم و استفاده بکنم به من روند اونجا هم خواهد گفت اوسیلاتورها چیه هیجان سنجه بغلش درصد میخوره سمت راستش یا چپش یه صفر داره یا منفی 20 تا 20 مثبت این درصد بغل عدد میخوره بغلش یا درصد میخوره برای تشخیص ورود به موقع است در موردش بیشتر صحبت میکنیم نگران نباشین اگر توی این جلسه یه مقداری اصطلاحات زیادی رو شنیدین یه مقدار داستان شاید برامون پیچیده و گیج کننده شده تفاوت‌ها چیه؟ اوسیلاتور یک نوع اندیکاتوره و بحث اشباه خرید و فروش رو داره یعنی میگه اگر رفتیم بالای این نمودار اشباه خریده پس آتش خرید کم میشه میاد پایین توی پایین ترش که در زیر نمودار هست اشباه فروشه پس فروشنده به یه جایی میرسه که فروشاشو انجام داده
بازار به تعادل میرسه. این سیکل این نمودار سینوسی بالا پایین میشه و خب خیلی هم مورد استفاده است، ما هم ازش استفاده خواهیم کرد. خب آیا من باید به همه این ابزارها رو برم یاد بگیرم؟ برم یاد بگیرم ربات بنویسم، برم تحلیل تکنیکال یاد بگیرم، برم تحلیل فاندامنتال یاد بگیرم، برم این چیزایی که مباشر سر این کلاسش داره میگه رو یاد بگیرم و روانشناسی معاملات یاد بگیرم، برم یه نوکی به فاینانشیال استرولوژی بزنم دیگه؟ خب این من از کار زندگی میدونم، اصلا بیزینس من این، یعنی محل مهارت من این نیست، مهارت من کار دیگه، یه منابع مالی دارم میخوام ازش استفاده کنم. چیکار کنم؟ ببین، استفاده از تحلیل تحلیلگران برتر و درجه یک به من کمک میکنه تا بتونم شرایطی رو برای خودم فراهم کنم که بتونم بیشترین سود رو شناسایی کنم. یه اصطلاح معروفه که بعدا هم کتاب‌های مختلف در حالا با همین زمینه هم نوشته شده، stand on the shoulder of gains، یعنی ایستادن بر شانه های غول. یه افسانه اساطیر یونانی هستش که یه غول حالا داستانش این بوده، یه غول نابینایی وجود داشته که این غول نابیناه برای اینکه بتونه مسیر خودش رو پیدا بکنه، از یه به قول معروف کوتوله‌ای به عنوان با نام اوریون استفاده میکنه. این غوله، ببخشید، اوریون بوده، به نام سدیلیون استفاده میکنه که این رو شونش نشسته بوده، این جلوتر رو میدیده و به این میگفته مثلا چیکار کن چیکار نکن. و خب این اصطلاح بعدها در صحبتهای اسحاق نیوتن درج میشه و اینجوری مورد استفاده قرار میگیره که اگر فاصله دورتر را دیدم، با ایستادن بر شانه های قول ها بوده است. پس اگر قرار من یه چیز نقطه دورتری رو ببینم، احتیاج برم رو شونه قولها. یعنی چی؟ یعنی واقعا قولی وجود داره؟ نه، قول که وجود نداره، ولی داستان اینه که من به جای اینکه بیام خودم همه چی رو کشف کنم، میتونم از مهارت‌ها و دستاوردهای دیگران استفاده کنم. فقط کافیه شما در روز، همون اپلیکیشن هایی بود که توی دوره قبل خدمتون گفتم که نصب بکنید، هم خبری بود هم قیمتی، یکی دو تا وبسایت هم عرض کردم، دو سه تا وبسایت فارسی هم گفتم، فقط کافی هر